سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در حضور عزیزان و علاقمندان به حضرت مولانا در اولین جلسه مجالس سبعه حضرت مولانا هستیم. حضرت مولانا چنانچه مستحضر هستید چند اثر منظوم و چند اثر منثور دارند. مهمترین اثر منظوم ایشان مثنوی معنوی است و اثر دیگر منظوم ایشان دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریزی است و سه اثر منثور دارند که مشهورترینش فیه ما فیه است و پس از آن مجالس سبعه و پس از آن مکاتیب. خب در طی جلساتی که قبلا داریم مربوط به مثنوی و دیوان شمس سخنانی بیان کرده ایم و جلسات متعددی داشته ایم، اما به لحاظ اینکه این سه اثر حضرت مولانا مخفول واقع شده است، مانند دیوان شمس که مخفول واقع شده بود و به لطف و فضل الهی آغاز کردیم این مسئله مهم رو و حدود 3 سالی است که از ابتدای این جلسات می‌گذرد و برکات خاص آن در همه جا مشهود است. نظر بر این بود که مجالس سبعه حضرت مولانا را هم از محاق عزلت و فراموشی در بیاوریم و با این اثر بسیار گرانسنگ و عظیم آشنا شویم و اینکه برای فهم مثنوی مجالس سبعه میتواند بسیار مفید و مؤثر واقع شود. خیلی از جاهایی که در مثنوی آمده است، اصطلاحاتی که در مثنوی آمده است و ما نمیدانیم و حتی شارحین نتوانستند اون رو رمزگشایی بکنند، رمزش در همین مجالس سبعه و پس از آن اگر توفیقی باشد انشاءالله در مورد فیه ما فیه اثر بسیار گرانسنگ حضرت مولانا هم جلساتی رو برگزار خواهیم کرد انشاءالله. مجلس گویی یکی از کارهایی است که از طریق عرفا شروع شده است، برخلاف آنکه تصور می شود فقهای معظم این مجلس گویی را شروع کرده اند، ابتدایی ترین مجالس از عرفا و صوفیان آغاز شده است و مجلس گویی با شرایط خاص و به اصطلاح خاصی که منظور نظر است توسط این قوم به سرانجام رسیده است. از جناب حسن بصری گرفته تا روزگارهای بعد این اتفاق افتاده است و مجلس گویی یکی از راه‌هایی بوده است که عرفا که از خواص هستند با عموم مردم و با عوام مردم در ارتباط باشند. همه سخنانی که گفته می شود در میان عرفا معمولاً باطنی است، درونی است. کسی که با سخنان عرفا آشنا هست میداند که این سخنان برای خواص و بلکه برای خاص الخواص است. اما مجالس بنا به
تینت خود بنا به شرایط خاصی که دارند، علاوه بر خواص عوام رو هم در بر میگیرد و این مجلسگویی و ایجاد مجلس از روابط و شرایطی بوده که عرفا آغاز کردند و بعدها فقها هم به آن پرداختند، چرا که شما میبینید اکنون هر مجلس وعظی بر منبری هست، مسائل مربوط به اخلاقیات و مسائل مربوط به روابط خاص انسانها هست، به جای اینکه از فقه خالص سخن گفته شود، به جای اینکه از اصول فقه سخن گفته شود، از مسائلی که در این باب هست بهره میبرند. معمولا این مجالس با اقبال غالب مردم آغاز میشده است، خواص درخواست می کردند و معمولا اینها در مساجد بوده است و در خانقاه ها بوده است و بر بالای منبر اینها ایراد می شده است، این مجالس. و البته سبقه کاملا مذهبی دارد و شرایطش با شرایطی که هنگام سرودن مثلا دیوان شمس و مثنوی هست بسیار متفاوت است. مثنوی در میان عموم مردم سروده نشده است، بلکه در میان خواص و خاص الخواص بوده است. همچنان دیوان شمس در حضور خواص و خاص الخواص بوده است. اما مجالس سبع چنانچه خواهیم دید از حضور عوام هم بهره برده است. معمولا با یک خطبه آغاز می شود این مجالس، یک خطبه که معمولا عربی است و در آن مطاوی خاصی مورد توجه واقع است، معمولا مدح خداوند، مدح توحید، راجع به توحید و نبوت سخن گفته می شود، گاه در اواخر به نسبت به معاد سخن گفته می شود. پس از آن معمولا آیه ای از قرآن می آید و برای شرح و تفسیر این آیه روایتی از حضرت رسول و سایر بزرگان دین آورده می شود. پس از آن است که در شرح و توضیح آن به ایراد حکایت ها و همچنین استفاده از زبان بسیار فصیح و زیبای شعر بهره می جویند و مجموعاً با یک حالت اقناع کلی و اقناع کلی شنونده و مستمعین نهایتاً این مجلس به پایان می رسد. این مجلس سبع هم که هست در زمان حضرت مولانا ملعصف فقط 7 بار اتفاق افتاده است، ای کاش بیشتر می شد. و اگر صدها مجلس این چنینی بود و شاید هم بوده است و به دست ما نرسید است، به دست ما می رسید، ما استفاده های بسیار از آن می بردیم. و واعظان ما و منبری های ما خوب است که این جان سخن رو از این میان درک بکنند و این رو بخوانند، آن وقت آن تأثیر شگرفی که بر قلوب مؤمنین و مسلمین دارد رو میتوانند همچنان ایجاد بکنند. مولانا این مجالس سبع رو گویا آنچنان چه مطرح هست بعد از اینکه از محضر برهان الدین محقق ترمذی حدود 9 سال که استفاده کرده است، گویا پس از آن بوده است که این را بیان کرده است و بعد از وفات پدر جلیل القدرش 9 سال بنا به توصیه پدر در زیر نظر برهان الدین محقق ترمذی یا ترمذی تلمس کرده است، چله ها گذارده است و روش سیر و سلوک رو آموخته است به شکل کامل. با بزرگترین کتب عرفانی آن زمان آشنا شده است،
در زمان پدر کتب فقها را خوانده است، به آنها کاملا وقوف دارد و از 24 سالگی که پدر خود را از دست می دهد بسیار عالمانه نزد برهان الدین محقق ترمذی تلمذ می کند حدود 9 سال. بعد وقفه ای هست حدود 4 یا 5 سال که در آنجا شاگردانی دارد و به شاگردان خود درس می دهد. پس از آن است که در حدود سن 36 یا 38 سالگی با حضرت شمس الدین تبریزی ملاقاتی دارد و حاصلش را که همه می دانیم. پس این مجالس بنابر فرموده غالب محققین قبل از دیدار ایشان با جناب شمس الدین و پس از وفات جناب برهان الدین محقق ترمذی بوده است. حدود 4 یا 5 سال در اینجا دوران فترت بوده است و حضرت ایشان حداقل چند هزار شاگرد داشته است در مدرسه قونیه و به 5 مذهب فتوا می داده است، 4 مذهب اهل سنت و 1 مذهب اهل تشیع فتوا می داده است. در سنین بسیار کوچک مجتهد جامعه تمام عیاری بوده است، فیلسوف بسیار قهار و دانشمندی بوده است که ما از متاوی سخنان ایشان و از تجاویف آنچه در مثنوی و دیوان شمس آمده است به دست می آوریم که ایشان نسبت به علوم عقلی و نقلی زمان خود بسیار تبحر داشته است و نهایتاً علوم کشفی را هم که بعدها سپری می کند. این مجالس در 7 جلسه هست. جلسه اول بزرگترین جلسه هست و بیشترین زمان رو خواهیم داشت برای بیان جلسه اول. در اینجا یک خطبه عربی دارد، بعد مد حضرت رسول دارد و یک حدیث راجع به کساد امت از حضرت رسول بحث می کند و دلیل کساد امت رو روی تافتن از سنت حضرت رسول می داند. راجع به وصف بسم الله که بسم الله چیست راجع به آن سخن می گوید، راجع به بخشندگی خدا سخن می گوید، راجع به توبه و مرحمت خدا بر گناهکاران، راجع به قصه عابد برسیسا که همه آشنا هستیم راجع به او سخنی میگوید، توصیه میکند شنوندگان رو به دوری از شهوت و توصیه میکند به عقل و شکر نعمت. در مجلس دوم سخن دارد از خطبه و مناجات و حدیث رسول صلوات الله علیه در این که رسیدن به قرب خداوند جز از راه تقوا میسر نیست، مقام و منصب و خون و عشیره راهی در تکامل وجودی انسان ندارد. مثالی می آورد از نامه حضرت سلیمان به بلقیس راجع به رسالت هدهد سخن میگوید و نهایتا میگوید آن سلیمانی که مد نظر ما هست همان خداوند است، هدهد همان عقل است و بلقیس یا بلقیس همان نفس است که همیشه این هدهد بر سینه او میزند تا او را بیدار کند و او را قرین و رهین راه انبیا و اولیا کند. مجلس سوم خطبه ای هست و بعد حکایت پادشاه و امیران رو مطرح می کند و می گوید برای پادشاه کاری خوشتر از دیدن نیست و باقی کارها عادت است. و بعد از همه این رموزی که می گوید برخلاف مثنوی که دیگر رمز را می فرماید و پس از آن پرده برداری از آن اتفاق نمی افتد، در اینجا چون روی سخن با عموم مردم است و با عوام است خود پرده برداری می کند و این برای فهم مصادیق مثنوی بسیار مهم است. خود می فرماید که منظورم از این سلیمان در اینجا همان خداوند است، منظورم از هدهد عقل است و آنچه که بسیار ما رو می تواند راهنمایی کند این که پادشاه
همان خداوند است و امیران فرشتگانند و بنی آدم را خوشتر از سایر مخلوقین می دارند. مجلس چهارم خطبه ای هست و مناجاتی هست و شرحی مستحکم و قدرتمند از این مناجات ها به دست می دهد، پندهایی به مستمعان می دهد و مسائلی که موجب خسران می شود رو بیان می کند و آنچه که موجب اجر می شود رو هم بیان می فرماید و توبه و شادی خدا از توبه کنندگان رو در مجلس چهارم روایت می کند. در مجلس پنجم راجع به علم و عمل سخن می گوید و نفس رو به گاوی تمثیل می کند و راجع به آن سخنان شگرف و زیبایی بیان می کند. در جلسه ششم و مجلس ششم خطبه ای می خواند و بعد می فرماید که جز جمال حق رو نگاه نکن و جز کمال حق رو نشنو و تو می بایست که خاص الخاص حضرت پادشاه ازل و ابد باشی. در جلسه هفتم که از نظر مقدار تقریبا رتبه دوم رو دارد و مجلس اول که طولانی ترین مجلس است، مجلس هفتم هم پس از آن مقام طولانی تری دارد و چیستی عقل و راجع به عقل و عشق سخنها بیان کرده است. کلن 157 آیه رو در این مجالس آورده و در جای جای خود بیان کرده است و شرح خیلی زیبایی برای آنها داده است و برخی بدون شرحن، البته جایگاهی که دارد کاملا ما رو روشن می کند که ما چگونه درکی از این آیات داشته باشیم. حدود 40 روایت رو از پیامبر نقل می کند، گویا همان بحث 40 حدیث و 40 حدیثی که در میان علما مشهور بوده است ایشان به آن توجه دارد و چند روایت هم از حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل می کند. این کلیتی بود راجع به این مجالس سبعه. در ابتدا شروع می کنیم مجلس اول رو تا جایی که فرصت داشته باشیم، این رو انشاءالله در حضورتان می خوانیم. جایی که قابل بحث است بحث میکنیم و البته سعی خواهیم کرد که چون هدف این جلسات صرفا آشنایی است، اگر بخواهیم واقعا این چیزهایی که مواردی که حضرت مولانا در این مجالس بیان کرده است شرح دهیم، با اینکه هر ماه یک جلسه داشته باشیم به گمانم عمر ما قد نخواهد داد. از این جهت فقط سعی میکنیم خیلی گذرا، خیلی روان و راحت از مسائل بگذریم و آنقدر که صرف آشنایی باشد و بدانیم محتوای آن چیست از این بهره ببریم، تا اینکه بتوانیم سایر گنجینه‌هایی مانند فیه مافی یا مکاتیب یا سایر گنجینه‌های عرفانی خودمون رو هم نگاهی کرده باشیم در طول این مدت و بتوانیم که آنها رو هم از محاق عزلت بیرون آوریم. خب می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. المجلس الاول الحمد لله صانع العالم بغیر آله، العالم بكل خطرة و قطرة و قالة و حالة، المنزه عن كل صفة يتطرق إليها جواز و استحالة الملك، فليس لأحد أن يخالف حكمه و مثاله، أشعر بإلهيته واضح الدلالة و شهد به وحدانیتهی نظر العقل ازا ساد فسداده و اعتداله، قلبت قدرته قدرت کل مخلوق و احتیاله، و قضت ارادته ارادت کل مصنوع و ماله، و وفق شخصا فانجه سعیه و اصلح باله،
و کشف حجاب الشبه عن سره لیشاهد جلاله و خزل شخصا فاورده موارد الحیره والجهاله و زیع وقته فاهبط اعماله و حرمه لطفه و اکرامه و افضاله. خب فرمود که الحمدلله، حمد مخصوص خداوندی است که صانع العالم، سازنده و صنعتگر عالم است، به غیر آلت، بدون وسیله. این که ابداع مفهومش همین است، خداوند مبدع هست با عین نه با همزه. یک مبدع داریم با همزه، یعنی از بدعه، یعنی آغاز کننده جهان، آن هم درست است. خداوند بدیع است، خداوند اول بار همه چیز را به وجود آورده است. اما یک بداعت و مبتدع با عین، مفهومش این است که خداوند چیزی را بدون سابقه سابق آفریده است. اگر اکنون کسی بخواهد، حتی اکنون بشر میتواند مانند انسان را بیافریند، اما وقتی که هیچ چیزی وجود نداشته باشد، چگونه میتوان آن را به وجود آورد؟ و علاوه بر آن، هم فکرش را آفریده است و هم موادش را آفریده است. ماده‌ای که این جهان اون را دارا هست، این ماده رو خداوند از هیچ جا نیاورده، از خود ماده رو هم ایجاد کرده است، هم مهندسی کرده است و هم خود ماده رو ایجاد کرده است. از این جهت است که می‌فرماید صانع العالم به غیر آله، بدون آلت و وسیله، بدون هیچ علت عالی، ایشان خداوند عالم رو ساخته است. العالم به کل خطرت و قطره، عالم است به همه کارهای بزرگ، بسیار بزرگ، به هم کارهای بسیار کوچک، امور رخیص و امور وسیق و محکم. خطره همان خطیر است، خطیر یعنی مهم و چیزی که خیلی اهمیت دارد. و قطره الشیء الطافه الیسیر الخسیس، یعنی چیزی که خیلی کم ارزش است و رخیص است و ساده به دست می آید. می فرماید قطره هم از آن جهت قطره هست که بسیار کم است و اندک است. و قالت و حاله، و از همه، خداوند عالم است به همه کارهای بزرگ و کارهای کوچک، امور بزرگ و کوچک، و به همه قالها و حالها، به همه سخنها و به همه درونها. قال و حال که این رو همه میشناسیم. المنزه و عن کل صفت یتطرق الیها جواز و استحالت الملک، منزه است از همه صفتی که معدی شود به این که ما امکان وجود خدا رو در نظر داشته باشیم و تساهل در وجود خدا داشته باشیم و این که ملکیت و پادشاهی خداوند محال باشد و امکان نداشته باشد. یعنی این که خداوند ممکن الوجود نیست، واجب الوجود است. از این جهت واجب است که وجود او واجب است و بدون وجود او وجود اصلا به وجود نمی آمد. و ما سه نوع وجود داریم: واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود. واجب الوجود آن است که باید باشد، مانند ذات باری تعالی که یک واجب الوجود بیش نداریم. بعد ممکن الوجود هست، ممکن الوجود یعنی امکان وجودی دارد، ممکن است وجود داشته باشد یا ممکن است وجود نداشته باشد، یعنی نسبتش به وجود و عدم یکسان است که به آن جواز اصطلاح داده است مولانا اینجا. و دیگر ممتنع الوجود است که اصلا وجودش امتناع وجودی دارد، وجودش محال است و ممکن نیست. اینجا هم استحاله رو به خاطر آن آورده است. استحاله دو معنا میتواند داشته باشه، یکی محال بودن و دیگری از حالی به حال دیگر دگرگون شدن. خداوند هم جائز الوجود نیست، واجب الوجود است، و هم اینکه ملک او
ملک و پادشاهی و فرمانروایی خداوند قابلیت دگرگونی و تغییر و تحول را ندارد و قابلیت محالیت و نیستی را هم ندارد و قابلیت عدم را ندارد، برخلاف ممکن وجود که هم قابلیت وجودی دارد و هم قابلیت عدمی. وجود خداوند نه قابلیت عدمی و نه قابلیت وجودی به نوع اسنای دیگر دارد. او وجود مطلق است و جز وجودیت چیزی در او نیست، غیر از اینکه باشد، غیر از اینکه هست، چیز دیگری در مورد او متصور نیست. فلیس لأحد ان یخالف حکمه و مثاله، پس برای کسی شایسته نیست، لیس لأحد، نیست برای هیچ کس، نه اینکه نباید کسی چنین کند. لیس سخن حرف انکار است، نمیگوید که نباید کسی مخالفت کند با حکم او. بسیار نکته مهمی است. فرق مولانا با دیگران همین است. وقتی که کسی میخواهد این سخن را بگوید، البته این گونه که نمیتواند بگوید، ولی وقتی میخواهد بگوید، منظورش این است که هیچ کس نباید با حکم خدا و فرمان خداوند مخالفت کند. ولی ایشان این رو نفی میکند، نهی نمیکند. ما یک نفی داریم، یک نهی داریم. نهی یعنی چه؟ نهی این که کسی را اجازه نمیدهیم، میگوییم این کار را نکن، آنجا نرو، این را ننوش، این را نخور، به آنجا نگاه نکن، چنین مکن، بهش نهی میگیم. در برابر امره، این نه در برابر امره که میگوییم این را بخور، چنین بکن، به آن طرف بنگر، مرا فراموش مکن و اوامری که داریم. ولی در مورد نفی چنین نیست. نفی اخبار است نه انشا. امر و نهی انشا هستند، چیزی را میخواهند به وجود بیاورند، اما در حقیقت نفی اخبار است، خبر دادن است. منظور این است که دیگران که سخن گفتن، گفتن از خدا اطاعت کن و از فرمان خدا و از مثال خدا، از حکم خداوند سرپیچی نکن، این نهی است. اما اینجا مولانا از لیسه که کلمه نهی نیست، کلمه نفی است و خبر میدهد، از آن سخن میگوید. میگوید فلیس لأحد ان یخالف، کسی هم بخواهد هم نمیتواند. واقع رو بیان میکند، خیلی زیباست. نکته ظریف رو عنایت حتما فرمودید. میفرماید که فلیس لأحد، اصلا کسی نمیتواند که یخالف، مخالفت کند با حکم او و مثال، با حکم او و مثال او، یارا و قدرت مقابله ندارد، اصلا نمیتواند مقابله کند. چون خداوند تحت، چون جهان تحت جبروت خواسته الوهیت است، کسی نمیتواند کار دیگری انجام دهد. کسی اختیاری ندارد که بیاید و مثال خدا و حکم خدا رو کنار نهد. هر جا که هست حکم خدا جاری میشود و این دیدگاه خاص عرفاست نسبت به مسئله و اختلاف فراوانی که با فلاسفه و حتی فقها دارد. اشعر به الهیتهی، خود اشخاص رو به شعر یعنی مو، شعر یعنی درک، مو هم چون ظریف است و درک آن خاص است، درک هم بسیار ظریف است کارش، از آن جهت شعور رو از شعر گرفتند، یعنی دریافت. این بسیار سخت است، این درک و دریافت بسیار مویین است و بسیار نازک است و بسیار ممکن است دور از دسترس واقع شود. اشعر به الهیتی، اشعار کرد و دیگران رو به ادراک وادار کرد نسبت به الهیت خود، به اینکه او اله است و او خالق کل است. و از حد دلاله، و تمامی دلالت ها و دلیل ها رو هم توضیح داد، واضح کرد، آشکار کرد و روشن کرد. هم روشن کردن و هم آشکار کردن. دلالت یعنی چه؟ دلالت از دلیل می آید، دلیل یعنی راهنما.
و هرچی که ما میگوییم آیا این کلمه دلالت بر آن مفهوم دارد یا نه؟ بله، یعنی آیا این کلمه راهنمایی برای ما میتواند باشد که ما را به آن معنی رهنمون کند یا نه؟ و شهد به وحدانیتهی نظر العقل و شاهد شد و شهادت داد به وسیله وحدانیت خود نظر عقل را. کدام عقل را؟ اذا صادف صداده و اعتداله، این عقل وقتی که مصادف شد و همراه شد با صداد و استحکام و درستی و راستی سخن و اعتدال، اگر این عقل معتدل شد، اگر این عقل راه صداد را پیش گرفت، آن وقت به وحدانیت خداوند شهادت خواهد داد. اما اگر این عقل راه اعتدال رو نداشت و از راه اعتدال بیرون بود و به چپ و راست متمایل شد، به افراط و تفریط گروید، در این صورت دیگر چیزی وجود نخواهد داشت. صداد به معنای راست شدن قول است. قولن صدیدا و قودو قولن صدیدا در قرآن هم هست که فرمود که قول صدید بگویید، قولی که سخنی که راست باشد و میل او به سوی راستی باشد، هم اول راست در وجود انسان آمیخته شده باشد، راستی در آن سخنی که میخواهد بگوید در وجود انسان به راستی در آمده باشد، و هم اینکه وقتی میخواهد بگوید به راستی آن رو بیان کند، و وقتی بر دل میخواهد بنشیند آن هم به راستی اتفاق بیفتد. همه این مراحل سخن باید چنین اتفاقی باشد. و راست شدن قول یعنی سخن راست شود و درست شود. غلبت قدرته، قدرت کل مخلوق، قدرتش غلبه کرد به همه قدرت‌های مخلوق و احتیاله، و این محال بودن او، اون کارهایی رو که محال است او انجام می‌دهد، آن هم حتی چیزهایی که به نظر ما محال است باز هم قدرت او شامل آنها می‌شود. یعنی اشاره به این است که آیا خداوند می تواند همه کارها را انجام دهد؟ آن مثالهای مشهور رو گفتن که آیا خدا می تواند، مثلا در لسان عوام، خدا می تواند سنگی را بیافریند که خود نتواند آن را بردارد؟ خب جواب دادم، بله خداوند می تواند چنین سنگی را بیافریند، اما می تواند بردارد. خب یک تناقض نما هست، یک امر منطقی نیست که ما بگوییم خدا میتواند کاری بکند که خود نتواند همان کار را انجام دهد. این خب مسلم است که این یک تناقض آشکار است و این سفسطه هست از دیدگاه فلسفه. این سخنی سفسطی است، یعنی کسی که چون حرفی را میزند معلوم است نه از فلسفه چیزی میداند، اصلا از علم چیزی نمیداند. مفهومش اگر ساده بکنیم، اگر این باشد که آیا خدا میتواند این سنگ را بیافریند، خب آیا خداوند میتواند این سنگ را بر ندارد، نتواند بردارد، خب یعنی خدا این سنگ را نمیتواند ایجاد کند و نمیتواند بردارد، یا میتواند ایجاد کند، خلق کند و بعد خودش همان را نتواند بردارد. یعنی میخواهیم این را بگوییم، در حقیقت اگر ساده کنیم این است که آیا من میتوانم این آب را بخورم یا نخورم؟ خب هر کدام بخورم هم محکومم، نخورم هم محکوم هستم. این که خدا اگر این سنگ را بسازد یا نسازد در هر دو حال محکوم است، یعنی یک کلام سفسطه آمیز است. و از این جهت هیچ کدام از فیلسوفان بزرگی که مخالف خدا هستند از چنین استدلالی استفاده نکردند، چون فیلسوف بودند و می دانستند که این سخن بقایت ساده است و کسی که با اصول اولیه منطقی آشنا باشد این فساد این سخن رو البته درک خواهد کرد. اما عموم مردم چون با
اصول منطق آشنا نیستن، به خصوص با اصول منطق صورت، منطق افلاطونی آشنا نیستن، این به نظرشان سخت می آید. مثلا می گویند که دیوار گوش دارد، موش دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. خب ما می دانیم که دیوار گوش ندارد، هیچ کس این رو بیان نکرده است، اما با یکی از این مقدماتی که به غلط می آید، ذهن عوام چون توانایی تفکیک اینها رو از همدیگر ندارد، این رو به اشتباه خواهد افتاد. اینجا رو آمدن و علمای منطق راجب اینها، راجب روش اندیشیدنها، مواردی رو بیان کردن و در حقیقت میزان و آلتهای علمی رو قرار دادن، ابزار علمی رو قرار دادن، تا اینکه اگر شخصی چنین سخن گفت، ما عیب و ایراد کار او را به قول معروف به او نشان دهیم. اینکه دارد، این اصلا یک حالت قضیه نیست. دیوار گوش دارد، دیوار موش دارد، این یک قضیه نیست. باید بگوییم اگر میخواهیم به استدلال کنیم، باید بگوییم دیوار موش دار است، دیوار گوش دار است. خب الان شما مثلا حد وسط این، مثلا قیاس نوع اول باشد و حتی وسط این رو بخواهید در بیاورید، خواهید دید که این مفهومی ندارد و فساد این نتیجه که دیوار گوش دار است از اینجا مشخص می شود و از نظر علم منطق این امری بدیهی است. ما دیگر اینجا فرصتی نیست که راجع به این زیاد صحبت بکنیم و شاید موردش هم نباشد، اما خواستم اشاره ای به این قضیه داشته باشیم. این صداد عقل همان است و اعتدال عقل همان است و قضت ارادته و ارادت کل مصنوع و ماله، و اراده او حاکمیت دارد بر اراده همه ساخته ها و مال او و هرچه که او دارد، هم خود ساخته و هم هر آنچه که به آن ساخته تعلق دارد. و وفق شخصا فانجه سعیه و اصلح باله، و افراد رو و شخص رو موفق کرد، پس سعی او را به شادکامی مبدل کرد و به نجاح و رستگاری رساند و امور او را اصلاح کرد. اصلاح بال و اصلح باله یک اصطلاح است، یعنی تمامی کارهای او را به سامان کرد. بال یعنی خاطر، دل، قلب و شأن. اصلاح بال یعنی اصلاح حال، اصلاح دل، اصلاح وضع. و کشف حجاب شبهه عن سره، و حجاب شبهه رو، شبهه و تشبیهاتی رو که نسبت به خداوند در نظر میگیرند، این حجاب تشبیه را برطرف کرد. کشف یعنی برطرف نمودن، کنار کشیدن. عن سره، از سر خود حجاب رو منکشف کرد. لیشاهد جلاله، تا اینکه جلال او دیده شود، مشاهده شود. و خزل شخصا، و یک شخص رو آورد و موفق کرد و به او نجاح و رستگاری داد، موفقیت داد. و در مقابل یکی را هم به خزلان مبتلا کرد و یک شخصی را هم نابود کرد و از بین برد، ذلیل کرد. فاورده موارد الحیره، پس او را در موردهای حیرت وارد کرد. مورد یعنی جایی که آبش خور هست و آب میخورند حیوانات، جایی که میروند، این رو میگن مورد. و موارد هم یعنی آبش خورهای حیوانات. وارد موارد حیرت کردن یعنی در آبش خورهای حیرت وارد کرد و او در حیرت ماند. و جهاله، و در جهل ماند. و ضیع وقته و احبط اعماله، و خداوند وقت او را ضایع کرد، به جای اینکه وقتش خوش شود، وقتش ضایع شد و اعمالش محبوط شد و اعمالش از بین رفت. هبت دوتا
کلمه دارد، یکی با ها هست، هبت هبوط در حقیقت با های هبوز اگر باشد به معنای سقوط ظاهری است، و هبوط با های هتی به مفهوم سقوط معنوی است، و معمولا در مورد اعمال سقوط اعمال از احباط سخن به میان میآید. و حرمه و حرام کرد لطفش و اکرامش و افضالش را و فضیلتش را بر او. بعث محمدن علیه السلام باللواء المنشور و الحسام المشهور. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله را مبعوث کرد با پرچم گشوده شده، نشر داده شده، و الحسام المشهور و با شمشیری که آشکار بود و حجت هایی که شهره بود و در حقیقت با شمشیری که برکشیده بود. لیخلص الخلق من ورطات الهلکه و سبود، تا اینکه مردم رو خلاص کند از ورطه ها و از نابودی های هلاکت و از بین رفتن. و اطلع شمس نبوتهی محفوفتم به رهدن کلبدور، و طالع کرد آفتاب نبوت خود رو در حالی که مانند بدرها، مانند آن ماهای تمام، مورد حمایت و مورد اقبال همه گروه ها و رهت ها بود. و انزل علی قلبه کتابا شافیا للقلوب، و بر قلبش و بر قلب رسول کتابی فرو فرستاد که شافی قلوب است. اینجا هم این نکته ای که میگوید مسئله مهمی است. مولانا معتقد است که قرآن بر قلب رسول نازل شده است، و آنچه که از قلب رسول به لسان او آمده است لسان خود رسول است. این نکته بسیار مهمی است. عنایت فرمودید، مولانا به درست یا به غلط معتقد است که قرآن بر قلب مبارک رسول نازل شده است، و آنچه که از قلب مبارک حضرت ایشان بر زبان جاری شد و کاتبان نوشتند و حافظان و قاریان این رو حفظ کردند، آن سخن رسول بود، عیناً از جانب خداوند نبود، بلکه لفظاً از جانب خدا نبوده است، لفظاً از جانب رسول بوده است. این اعتقادی است و خیلی ها با این اعتقاد مخالفند و معتقدند که لفظ قرآن همچنان نازل شده است، و عده‌ای معتقدند که قرآن بر قلب رسول نازل شد و سپس ایشان با کلماتی منظور نظر او بود که البته کلام خداوند حتما باید باشد، آن مطرح شده است. حال این مسئله است که در کلام جدید هم مطرح شده است و در روزگار ما هم حدود 15 سال 20 سال است که راجع به این سخنانی و مباحثی در حوزه و دانشگاه در جریان است، و اساتید که همه از بزرگان و فضلا هستند فقط به خاطر اینکه اندکی بیاندیشند این موضوع رو مطرح کرد. خب فرمود که یزیع و اضاءت النور، یک نور رو پخش می کند، که این نور چه بود؟ این بود که یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. آیه قرآنی است که فرمود ای مردم، برای شما آمد موعظه ای از جانب ربتان و شفایی برای آنچه در سینه ها و صدور شما بود. ارسله الی الحق و هم علی الباطل متبقون. خداوند رسول رو، حضرت پیامبر رو ارسال کرد، فرستاد، در حالی که ایشان بر باطل بودن و متبق بودن. متبق یعنی کاملا منطبق شدن و بر قلبهایشان مهر کفر زده شده بود. امیون و هم لا یبصرون، اینان امی بودن، امی جمع اعما هست، جمع مکسر اعما هست. سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، سمون بکمون امیون فهم لا یبصرون، و آیات دیگری که می دانید. هم امی، هم سم، هم بکم، هر سه
جمع مکسر هستند، سم جمع مکسر اسم است به معنای کر، امگ جمع مکسر اعما هست به معنای کور، و بکم هم جمع مکسر ابکم است به معنای لال و کسی که نمیتواند سخن بگوید. سمون بکمون امیون فهم لا یرجلون، جایی هست لا یعقلون، فراوان آمده است این سه کلمه. پس اینجا اینها رو جدا می کند. امیون فهم لا یبصرون، اینان اعماها هستند، جمع اعماست، کوران هستند. افعل و تفضیل دیگه، اعما بر اعمی افضل، افعل و تفضیل است. امیون و هم لا یبصرون، اینان نمی بینند. سمون و هم لا یسمعون، اینان کرند و نمی شنوند. بکمون و هم لا ینطقون، ایشان بکمند، لالند و سخن نمی گویند. حال اینکه لالی چیز، کوری چیز، اینها رو بعدن سخن می گوید. ای عبدون من دون الله ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، باز اشاره به آیه قرآن است. آیه قرآن است که فرمود آیا اینان جز خداوند چیزی را عبودیت می کنند که نمی تواند چیزی را خلق کند، در حالی که خودشان مخلوقند، خودشان آفریده شده اند. اینان که خود نمی توانند چیزی را خلق کنند در حالی که خودشان هم آفریده همان خداوندند، که اینان قبول نمی کنند. فشقا به تکذیب هل مکذبون، پس اهل شقاوت و بدبختی هستند، پس بدبخت شد به وسیله تکذیب رسول آن تکذیبگران. و سعد به تصدیق اهل مصدقون، و خوشبخت شدند با تصدیق رسالت و نبوت پیامبر آن راستگویان و تصدیق کنندگان مصدقان. صلی الله علیه و آله و اصحابه، درود بر او و بر آلش و اصحابش، خصوصاً الا ابی بکر صدیق تقی، خصوصا بر ابو بکر صدیق تقی با تقوا، و الا عمر الفاروق نقی، و بر عمری که فاروق است، فرق بین حق و باطل می کند و نقی هست و پاکیزه هست، و الا عثمان ذنورین زکی، و بر عثمانی که ذنورین است، ذنورین یعنی صاحب دو نور، چون که دو دختر پیغمبر رقیه و سکینه یکی پس از دیگری به عقد ازدواج عثمان در آمدن و او از آن جهت ذنورین لقب گرفت، دو صاحب دو نور. و علی علی المرتضی ولی، و بر علی مرتضی که ولی الهی است. و علی سایر المهاجرین و الانصار، و بر سایر مهاجران و انصار، و سلم تسلیما کثیرا کثیرا، و تسلیم فراوان بر ایشان باد. خب حال اینکه چرا ایشان از این خلفای راشدین نام میبرد بحثی هست. طبق نظری که وجود دارد، اگر ما رأی به تشیع مولانا داده باشیم، این تشیع بعد از حضور ایشان در به قول معروف نزد جناب شمس الدین تبریزی اتفاق خواهد افتاد، چون که عرفان تبریز در آن زمان عرفان شیعی بوده است، و مکتب عرفان شیعه تبریز وقتی که شمس الدینی جناب شمس تبریزی می رود، احتمالاً در تغییر مذهب مولانا نقش داشته است. اگر این رو تصور نداشته باشیم که مولانا قبلا به تشیع گرویده بوده است، چون مولانا در مدرسه حلاویه درس خوانده است در دمشق و در شام، و مدرسه حلاویه مدرسه خاص شیعیان بوده است، و من بررسی که می کردم از اساتیدی که در آنجا تدریس می کردند و استاد مولانا شده اند، حدود 7 سال ایشان در آنجا درس خوانده است، دروس تفسیر و دروس فقه خوانده است، غالب اینان از امامیه بوده اند و از اعظم امامیه بوده اند و مطرح شده است. یک این. دوم این که
در آن زمان این روال بوده، از هر کس که بالای منبر میرفته میبایست که از این چهار تن نام ببرد. حال یک زمانی اسم بردن از حضرت علی ممنوع شده بود و در زمان بنی امیه حتی سب به حضرتش معمول بوده و این کار را انجام میدادن، اما پس از آن معمول بوده است، وگرنه اجازه منبر نمییافته است. کسی که میرود بالای منبر باید به این چهار خلیفه اظهار ارادت میکرده است و این روالی بوده است و بعید هم نیست که مولانا از روی تقیه که یکی از اصول ثابت شیعه امامیه هست نسبت به این اقدام کرده باشد. و موضوع سوم هم که میتوانیم بیان کنیم این است که تشیع و تسنن در آن زمان اینقدر از همدیگر جدا نشده بود و سخنی که بیان می شده است اینقدر از همدیگر فاصله نمی داشته است، از این جهت که همه به احترام می گذاشتن، مانند همه اهل سنتی که ما داریم و به امامان هم احترام می گذارند و به حالا به آن سه نفر هم توجه دارند و مشخص نشده بود که در خطبه ها و در سخنان اینها از همدیگر تفکیک نمی شد. مناجات ملکا و پادشاها، آتش های حرص ما را به آب رحمت خیش بنشان. دیگه اینها روشن، من اینها رو سریع می خوانم که پیش برویم. خب مناجاتی دارد مولانا در اول مجلسش، می فرماید ملکا و پادشاها، آتش های حرص ما را به آب رحمت خیش بنشان. اول دعایی می کند، خیلی زیباست و همه اهل فن نیست، من دیگر از توضیح اینها تفره می روم. جان مشتاقان را شراب وحدت بچشان، ضمیر دل ما را به انوار معرفت و اسرار وحدت منور و روشن دار. دامهای امید ما را که در صحرای سعت رحمت تو بازگشاده ایم به مرغان سعادت و شکارهای کرامت مشرف و مکرم گردان. سعت همان وسعت، سعت رحمت، وسعه بوده، واو رو برداشتن و به جای آن یک تا در آخرش آورده شده سعه که از همان وسعت است و این قاعده است در زبان عربی. و وسعت در صحرای وسعت رحمت خود دامهای خودمون رو گشاده ایم، دام گشاده ایم که شاید لطف تو بیاید و ما رو دربر بگیرد. به مرغان سعادت و شکارهای کرامت مشرف و مکرم گردان. ما دام رو گشاده ایم، یعنی دستمان را بالا برده ایم، داریم دعا می کنیم، حال چه چیزی در این دام ما بیفتد این دیگر لطف عنایت تو هست. آه سحرگاه سوختگان راه را به سمع قبول و عاطفت استماع کن. آه سحرگاه رو بشنو. معمولا آه که شنیدنی نیست، ولی باز سخنان همه یک نوع حالت خاص و شعرگونه ای دارد که بسیار زیبا هست. شما تصور بفرمایید اینها بالبداه بر بالای منبر همچنین گفته می شود، چقدر سج دارد، چقدر موزون است، چقدر زیباست، چقدر مطالب بسیار عمیقی وجود دارد. من که کسی را نمی شناسم بتواند این گونه عالی و زیبا سخن بگوید. درد دل بیدلان را که از سوز فراق آن مجمع ارواح هر دم آن دود بر تابخانه فلک برمی آید به عطر وصال معطر گردان. تابخانه فلک، همان تابخانه یعنی گرمخانه فلک، فلک گرمخانش همان خورشید بوده است به قولی که در فلک چهارم بوده است. میگوید که درد دل بیدلان رو از سوز فراق، که از سوز فراق خداوند همه رو گویی دلهایشان را درون خورشید قرار داده و همه را این سوز فراق می سوزاند و
به عطر وصال معطر گردان، اینها رو به وصال برسان که اینان به عطر وصال معطر شوند. قال و قیل ما را و گفت و شنود ما را، که چون پاسبانان بر بام سلطنت عشق چوبک میزنند، از اجرای یوفیهم اجورهم به غیر حساب نصیب مدام بخشش فرما. میگه این قال و قیل، ما این قال و قیل داریم، هی سخن میگیم، با خداوند حرف میزنیم. میگه مثالی که ما میزنیم مانند کودکی است که رفته بر بام سلطان چوبک میزند. بچه‌ها یک چیزهای درست میکردن، یک تبل‌های کوچکی درست میکردن و این رو بر تبل میزدند و بعدا ما اینها رو میبینیم در مثنوی، که آن قصه چوبک زدن آن کودک که به هر حال در مثنوی هست، مشهور است، همه حتما میدانید که یکی از شترهای بسیار عظیم الجثه سلطان محمود غزنوی که تبلهای بسیار بزرگی رو قرار می دادن و در قضاها و در جنگها استفاده می کردن، تبلهای عظیمی بود، بر روی این شترها قرار می دادن و در جنگها بر او می کوفتن و حمله می کردن. یکی از این شترها که در حال استراحت بود آمده و وارد کشت و کار یک روستایی شده است. بچه روستایی برگشته و یک تبل کوچکی داشت، رفته با آن میخواهد که این شتر از آنجا بهراسد و برود. ولی خب او کیست؟ او شتری است که بزرگترین تبل ها را بر پشت خود حمل میکند و تبل های جنگی را، و این اصلا برای او اثری ندارد. مولانا از در آنجا استفاده های فراوان و زیبایی دارد، از جمله میگوید که ببینید که چه شده است. این بانگی که در آسمان هست، بانگ طبل الوهیت در آسمان چنان نواخته می شود. عده‌ای هستند یریدون لیطف و نور الله به افواههم والله متم نورهی ولو کره الکافرون. یک عده آمدند چوبک می زنند می گویند این درست نیست، این مثلا طبال صحیح نمی زند، نمی دانم چه و چه هست. می گوید در برابر آن آفتاب عظمت الوهیت این بارقه های بسیار کوچک چه محلی از اعراب دارند و چه می توانند باشند؟ هیچ نیست، نسبت به آن نسبت سنجی می کند. میگه ما هم آمده ایم مانند پاسبانان بر بام سلطنتش چوبک می زنیم، ولی خداوند فرمود یوفیهم اجورهم به غیر حساب. خداوند اجرهای قرآن هست، اجرهای انسانها رو بدون حساب وفا می کند. قال ما را خلاصه حال گردان، خیلی دعای زیبایی است. قال ما را خلاصه حال گردان. قال ها همه بیهوده هست مگر اینکه خلاصه حال باشد. قال آنجا ارزشمند است، همه قال ها که غلط نیست، قال آنجا ارزشمند است که حاصل حال باشد. اگر حال درستی باشد قالش قال خواهد شد، مانند این قالی که مولانا دارد. حال ما را از شرفات قال درگذران، و حال ما را هم از آن شرفهایی که در سخن هست، ما سخنان زیبا میگوییم، حال ما را از آن هم بهتر کن و برتر گردان. ما را از دشمن کامی هر دو جهان نگاه دار. ما هم در دنیا و هم در آخرت کاری نداشته باشیم که دشمن کام شویم، یعنی دشمن شاد شود که بله من به تو گفتم، یا در دنیا یا در آخرت. آنچه دشمنان میخواهند بر ما از ما دور دار، آنچه دوستان میخواهند و گمان میبرند ما را عالیتر و بهتر از آن گردان. دشمنان که به ما بدی میکنند اون رو دور کن، دوستان هم بهتر از آنچه که هست به ما بده. ای خزانه لطف تو بی پایان و ای دریای با پهنای با کرم تو بی کران. ابتدای تذکیر به خبری کنیم از اخبار مصطفی صلی الله علیه و سلم، آن بشیر نظیر و آن نظیر بی نظیر. نظیر یعنی ترساننده، بشیر یعنی بشارت دهنده. آن بشیر نظیر و آن نظیر بی نظیر که نظیری ندارد، سید المرسلین چراغ آسمان و زمین، لقد جاء فی اصح الانباء ان افصح الانبیاء علیه افضل الصلوات و اعلاها و اکمل التحیات و اسناها.
می‌فرماید در صحیح ترین خبرها از فصیح ترین انبیا که بر او بالاترین و فاضل ترین درودها و اعلاترین تهنیت ها و تحییت ها و کامل ترین نیکی ها به او باشد و اصلی ترین. انه قال که فرمود کساد امتی عند فساد امتی، آمد به بحث اصلی، میفرماید که کساد امت من، کاسد شدن امت من، بازار امت من، عند فساد امتی، نزد هنگام فساد امت من خواهد بود. الا یعنی وقتی که امت من فاسد شدند، آن وقت بازار دین کاسد خواهد شد، دیگر کسی به دین روی نخواهد آورد. چرا؟ به خاطر اینکه مردم نگاه میکنن و میگوین اگر چنین است که ما کاری نداریم. یکی از یاران بایزید آمد به یک یهودی گفت که بیا مسلمان شو. گفت نمیخواهم، من نمیخواهم مسلمان شو. هی او رو تذکیر میداد و هی به او به قول معروف نسبت میداد، میخواست که بیا چنین چنان است، از عرفا بود، از واصلین بود، هی میگفت، گفت نه. آخرش یه روز گفت که تمام سخن چیست؟ گفت ببینید، شما را که من میبینم از اسلام در شما خبری نیست، همه تان دروغگویید و همه تون شیادی میکنید و الان همین جوریه دیگه. اکنون مسلمان ها واقعا وضعیت خوبی دارند؟ نه، مالاسف مسلمانان از جزو شیادان تاریخ شده اند و جزو کسانی شده اند که بدترین نسبت ها رو و بدترین رفتارها رو در جهان دارند. ببینید مسلمان ها دارن هم دیگر رو در جهان میکشند. ببینید مسلمان ها با هم دیگر چگونه رفتار میکنند. دروغگوها مسلمانان هستند و تقلبکاران و اختلاسگران مسلمانان هستند. و این قصه همان فساد امت است که گریبان ما را گرفته است. این موجب کساد خواهد شد. گفت اگر آن دینی که شما دارید، من که دین شما را نمیپسندم اساسا، شما مسلمان واقعی نیستید، اما آن دین که بایزید دارد، من طاقتش را ندارم، نمیتوانم. خب حضرت فرمود کساد امت من عند فساد امت من، نزد فساد امت من است. الا من تمسک به سنتی، یک راه دارد که تمسک به سنتی، به سنت من تمسک کند، عند فساد امتی، هر کس که هنگامی که امت فاسد شد به سنت من توجه کند، تمسک کند، فلهو اجر و مئت الف شهیدین، مئت صد الف هزار، صد هزار شهید، یعنی آن وقت او صد هزار شهید که دیگر مقامش بسیار اعلاست و ثوابش بسیار فراوان است. هر کس که به سنت من هنگام فساد امت من توجه کند، تمسک کند، او اجر صد هزار شهید را خواهد داشت. صدقه رسول الله. رسول کونین، پیغمبر رو رسول کونین می داند. بعضی ها فکر می کنند فقط رسول فقط در این دنیا هست، در این در جهان آخرت هم رسول رسول است. پیشوای سقلین، خاص و خاص لعمرک، اون آیه مشهور هست که لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون، در مورد قوم لوط که جریان قوم لوط رو بیان می کند، لعمرک ای رسول سوگند به عمر تو، سوگند به جان تو، سوگند به وجود تو، انهم لفی سکرتهم یعمهون، اینها در مستیشان گرفتارند و غوطه‌ورند، اینها هرگز بیدار نخواهند شد. ای رسول، حضرت رسول خیلی ناراحت میشد که چرا اینها به حرف من گوش نمیکنند، چرا توجه نمیکنند. خداوند با اینها تخفیف عذاب درون حضرت رسول رو میداد که نگران نباش، تو فقط برسان، اینها سخنان پیامبران قبل از تو را هم نشنیدند و دیگران رو هم اذیت کردند و اینان گوش نخواهند کرد. و ما علیک الا البلاغ المبین، بر تو نیست وظیفه ای نیست جز این که برسانی. بعد ادهی هستن که سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، اینان برگشت نخواهند داشت، اینان هرگز نخواهند آمد به سراغ تو.
مشرف تشریف لولاک، اشاره هست لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی ای رسول، اگر تو نبودی من افلاک را نمی آفریدم. این تشریف به قامت حضرت رسول است که اینجا بیان فرمود. فصیح انا افصح العرب والعجم، پیغمبری که فصیح بود و فرمود انا افصح العرب والعجم، من فصیح ترین عرب و عجم هستم، چه عرب چه غیر عرب، من فصیح ترین ایشان هستم. پیشوای آدم و من دونه تحت لوای یوم القیامه ولا فخر الفقر فخری. و فرمود که آدم و من دونه، حضرت آدم و هر کس که پایین تر از اوست، نوح و همه، تحت لوای یوم القیامه، روز قیامت زیر لوای من و زیر پرچم من خواهند بود. ولا فخره، البته این فخری نیست که آدم و همه انبیا در زیر لوای من باشند. الفقر و فخری، میخواهید بدانید من به چه چیزی فخر میکنم، به چه چیزی افتخار میکنم؟ من به فقر و درویشی و افتقار الالله، فقیر الالله بودن و نزد خداوند فقیر بودن رو بر همه چیز ترجیح میدهم. خیلی زیباست این که انسان فقر رو حضرت رسول به بودن 124 هزار رسول و نبی و ولی و وصی بر زیر پرچم خود ترجیح دهد. ببینید این فقر چه چیز عظیمی است. البته این فقر با آن فقر عامیانه فرق دارد، ممکن است به اشتباه بیفتیم. در مورد عوام کاد الفقر و یکون کفرا هست. حضرت علی فرمود که فقر نزدیک است که موجب کفر شود. این برای عوام است. عوام که تحمل فقر رو ندارد نباید فقیر باشد. نسخه عوام این است که نباید فقیر باشد، باید غنی باشد و باید برخورداری کامل داشته باشد. اما برای خواص و خاص الخواص الفقر و فخری هست. بعضی ها گمان بردن که اینها این نسخه برای همه است. نه، بارها و بارها عرض کرده ایم که نسخه عوام، نسخه خواص و نسخه خاص و خواص بایستی از هم جدا شود. و اگر مطلبی از بزرگی میشنویم یا در قرآن یا در احادیث و روایات هست، باید ببینیم که نسبت سخن با کدامین یکی از اینها هست. چنین میفرماید که کساد امت من به هنگام فساد امت من باشد، یعنی هیچ نبیی نیست بعد از من که امت او تفضیل یابند بر امت من. چون آخرین رسول هستم، امت من بر همه برتر است. چنان که امت من تفضیل یافت بر امت عیسی و موسی، برتری یافت بر امت عیسی و موسی. و هیچ دینی نیست که دین مرا منسوخ کند و کاسد کند. هیچ دینی نمیتواند. اسلام آمد مسیحیت را منسوخ کرد و مسیحیت آمد و یهودیت را منسوخ کرد. یهودیت آمد ادیان قبل را منسوخ کرد. ولی هیچ دینی نیست که دین اسلام رو منسوخ کند و از بین ببرد و کاسد کند، چنان که دین من دینهای ما تقدم را منسوخ کرد. گفتند یا رسول الله، امت تو به چه کاسد شوند؟ خب سوال کردند که به چه چیزی کاسد می شود؟ چرا امت تو اینقدر بی ارج و بی مقدار می شوند؟ فرمود که چون امت من فساد آغاز کنند، این شرفی که یافتند و این خلعت اطلس تقوا که پوشیده اند که در کونین تابان است که و لباس و تقوا ذلک خیرون، چون دود معصیت برآید آن خلعت اطلس آسمانی را و آن تشریف دیبای زیبای محمدی را متغیر گرداند و دودآلود کند و کاسد شود. میگه که وقتی که فساد بکنند، خداوند یک اطلس، اطلس یعنی یک حریر زیبا، اطلس تقوا و خلعت و ردای تقوایی که بر جان و بر جسم مؤمنین و مسلمانان ساخته است. این مثل این که کسی برود این دیبا و خلعت را بپوشد و برود با آن آتش بازی کند و گرد و خاک و سیاهی آن آتش بر لباس او بنشیند، این موجب کساد آن خواهد شد. دود معصیت آن اطلس آسمانی را از بین
میبرد و دودالود کند. گفتند یا رسول الله، چون این دودالود و کاسد شود و از دود معصیت بی قیمت و قدر گردد، وقتی که این اطلسی که به ما پوشانده بودی، اطلس مهر و عشق و محبتی که بود، با دود سیاه شد، آن وقت مشتری ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم خریداری نکند. خیلی زیباست میفرماید که خداوند فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنه، خداوند از مؤمنان نفس آنها را میخرد. میگوید چگونه کاسد میشود؟ خب بازار کاسد شد، بازار بی رونق شد، کساد بازار به وجود آمد، دیگر کسی نمیخرد، مسلمانی رو هم هیچ کس به چیزی نمیخرد. در حالی که خداوند گفت که من از خود مؤمنان جانهایشان را خواهم خرید. وقتی که این جانها دیگر آن اطلس تقوا را از تن بر کردند یا به معصیت و به گناه ها دودالود کردند، دیگر در آن صورت این خریدی وجود ندارد. من نخواهم خرید، چرا بخرم چیزی که بی ارزش است، چیزی که ملوث است و آلوده است؟ چه کسی می خرد که من بخرم؟ و کاله اعمال کاسد شده ایشان را نخرد. کاله همان کالا، کالای اعمال کاسد شده ایشان را نخرد و بهای لیوفیهم اجورهم ندهد. خداوند فرمود لیوفیهم اجورهم، بایستی که وفا کند اجرهای آنها را، باید پاداش همه پاداش گیرندگان را بدهد. میفرماید که با آن خریداری نکند و وفا نکند، بیبرگ و کاسد بمانند، فریاد کنند. مسئلت هست در سرای غرور، مسئله یخ فروش نیشابور. در تموزان یخک نهاده به پیش، کس خریدار نی او درویش. یخ گدازان شده ز گرمی و مرد، با دل دردناک و با دم سرد. این همی گفت و عشق میوارید، که بس ایمان نماند و کو کس نخرید. خب قصه آن کسی که گفتن هم در نیشابور مولانا اینجا میگوید، در شام هم این اتفاق افتاده است، که یکی از فصحای عرب بیان میکند که من معنی خسران رو نمیدانستم، خسران یعنی چه. بعد روزی در بازار شام، آفتاب تموز بود، تیر ماه بود، داشتم میرفتم، یک کسی تمام هستیش را و تمام سرمایهش را داده بود یخ، آورده بود و در برابر آفتاب گذاشته بود و می فروخت و هیچ کس نمی خرید. در عوض به جای اینکه این سود کند، آورده بود بفروشد و سودی ببرد. در عوض هر لحظه این یخ از بین می رفت و حتی آن رأس المال و آن سرمایه او هم فانی می شد. در اینجا آن مرد سخن گفت و می گفت ارحموا من خسرت دنیا، رحم کنید بر کسی که در دنیا خسران وارد کرد. آن ادیب مشهور عرب میگوید من آن وقت فهمیدم معنی خسران رو، که لقد خسروا انفسهم در قرآن هست، یا در آن سوره مشهور که همه میشناسیم، همه میدانیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. همین است که این قصه رو بیان میکند. میگوید من اون وقت فهمیدم، علاوه بر این که او آمده بود تا سودی ببرد، نه تنها سود نبرد، بلکه رأس المال و سرمایهش هم از بین رفت. در مورد انسان همچنین است، سرمایه جوانی، سرمایه وجود و حیات رو داریم، آورده ایم و در برابر آفتاب تموز نگه داشته ایم، دارد هر لحظه این عمر ما به پایان میرسد، هر لحظه عمر ما دارد آب میشود، در حالی که هیچ سودی که به دست نیاورده ایم، هیچ، حتی سرمایه من که عمرمان هست همان را هم از دست می دهیم. گفتند چون این یخ وجود ما کاسد شود و از تاب آفتاب معصیت گداختن گیرد، یعنی از گرمای آفتاب گناه گداختن گیرد، چاره ما یخ فروشان چه باشد؟ خب حالا چارمون چیه؟
تا باز متاع ما قیمت گیرد. چه کار کنیم که دوباره کالای ما به قیمت خستی خود رو پیابد و کیسه های امید ما پر شود و پولدار شویم؟ به قول من جواب فرمود که الا من تمسک به سنتی عند فساد امتی، مگر کسی که تمسک کند به سنت من نزد فساد. فرمود هر کس که به کار خیش سرگشته شود آن به باشد که بر سر رشته شود. سنت من این است که چون دوستان من راه غلط کنند و پای در خارستان معصیت گذارند، گناه کنند، اثر زخم خار بیابند، ببینند که پایشان را گناهانشان زخمی کرده است، به ستیز هم در آن خارزار ندوانند، ببینند که زخمی شدند لااقل دیگر ندوند در وسط خارزار، در خارزار گناهان ندوند تا پاهایشان رنجور نشود. اللجاج شومون، که لجاج لجوج بودن شوم است و زشتی است. درهای گلستان ز پی تو گشاده ایم، در خارزار چند روی ای برهنه پا. به ما میگوید که درهای گلستان الوهیت باز است. شما چتان شده است که به خارزار معصیت ها وارد شده اید و دارید در گناهان، در خارزار گناهان حرکت میکنید، خودتون رو هم رنج میدارید، ما را هم رنج میدارید، چون ما شما را دوست داریم و همچنین کار به سامان نمیرسد. چون زخم خار دیدند بدانند که راه غلط کردند و در خارزار افتادند. پیش و پس بنگرند، علامات راه ببینند، که من در این راه بی فریاد بی نشان علامت ها و نشان ها در هوا کردم. اینا بایستی ببینند که من علامت ها قرار دادم، اولیای الهی همان علامت هایی هستند که من به اینها نشان دادم تا به وسیله اینها راهنمایی شوند و از گمراهی بپرهیزند. و در این بیابان چوب ها فرو بردم. قبلا برای اینکه جاها مشخص شود، راه ها معلوم شود، چوب فرو بردن می بردن دو سنگ ها رو جمع می کردن. اکنون هم کوهنوردا چون این کارهایی رو انجام می دهند که راه معلوم شود، راه به سمت قله معلوم شود. میگه من این علامت ها رو گذاشتم ولی کیست که توجه کند به اینها؟ و سنگ ها در هم نهاده تا مسافران آن نشان ها را بجویند و در این بیابان سرگشته نشوند و اثر قدم من که نامش سنت است در راه بجویند. اثر قدم یعنی آن جای پایی که دارم، اون جای پا رو پیدا کنند، چونان که اثر قدم شکار را طلبند. انسان به دنبال شکار می رود که از جای پای او را نگاه می کند تا ببیند شکار کجا رفته است. صیادان در برف و در پی صید دوند، همچنان که در برف زلالت و قوایت اثر قدم های هدایت و نهایت و بدایت مرا بجویند. همچنان که صیادان در برف به دنبال جای پاهای حیوانات میگردند، جای پای آهو را پیدا میکنند تا او را شکار کنند، شما هم باید اینها را پیدا کنید. و بکوبند که چون بر من قدم من رانند و عنان از خارستان معصیت برگردانند. اگر به دنبال سنت من بیایند و از گناهان دوری کنند تا در گلستان قبول افتند، و یا شاهدان و شهیدان که معاشران عشرت ابدند و پادشاهان مملکت سرمد، هم انان و هم نشین و هم جام و هم حریف گردند، که اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اینان همان کسانی هستند که خداوند به ایشان نعمت داد از انبیا و از صدیقین و از راستگویندگان و شهدا و صالحین. چه جای این است بلکه تفضیل یابند بر فاضلان شهدا، بلکه حتی بر شاهدان بلند مرتبه هم تفضیل پیدا می کنند، که فلهو اجر مئت الف شهید. حتی شهیدان که بالاترین درگاه رو دارند و بالاترین وضعیت رو دارند، اینها اجر 100,000 شهید رو هم با خود دارند. یا رسول الله چرا تفضیل یابند؟ چون ایشان عاملند. فرمود چون ایشان عمل می کنند به آنچه می گویم، به سنت من عمل می کنند و اینها عامل و ترازوی عدل آویخته است. کدام ترازوی عدل؟ میگه اینها نتیجه ترازوی عدالت است. کدام ترازو؟ این است ترازوی و الیس للانسان الا ما سعا، و این که نیست برای انسان مگر آنچه که سعی و تلاش کند.
و ترازوی انما اجرک علا قدر تعبک و نسبک، و اجر تو به اندازه زحمت و رنجی است که میبری. ترازوی فاما من ثقلت موازینه، فرمود فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نار هامیه. مشخص میکند که نسبت کسانی که خوب هستند و نسبت کسانی که بد هستند رو قرآن مشخص میکند. تو که ذره عقل داری مزد مزدوران را به کار میداری که فلان مزدور در باغ 10 روز بیل زد و فلان مزدور 5 روز و فلان 1 روز، و هر یکی را بر قدر کار خود اجرت میدهی و غلط نمی کنی. کارگر دعوت کردی، تو حساب همه رو داری، فکر میکنی خداوند حساب کار تو رو نداشته باشد. عالم انی اعلم ما لا تعلمون، بلکه خداوند فرمود من میدانم چیزی را که شما نمیدانید. دانای و ما یعذب و عرب بکم مسقال زردتون فی الارض ولا فی السما، یعنی دور نیست در جهان هیچ چیز حتی به اندازه سنگینی یک ذره کوچک، نه در زمین نه در آسمان، هیچ چیزی از خداوند مخفی و پنهان نیست. خداوند احاطه علمیه کلیه دارد به همه. آن دانا خداوندی که مور سیاه را بر سنگ سیاه بدان پای باریک در شب تاریک می افتد و می خیزد و می رود، آن بینای مطلق تعالی و تقدس می بیندش که آن مور در آن شب دیجور در رفتار تیز یا آهسته می رود. وقتی میبیند که این موری که خودش سیاه است بر روی سنگ سیاه با آن پاهای نازکش سری میرود یا آرام میرود رو میداند. شما رو که در مرعا و منظر ما هستید که بلا فاصله بهتر میداند و میشناسد. کم کم دارم تمام میکنم. پس یا میانه سوی خانه می رود یا سوی دانه می رود، می داند به سوی خانهش می خواهد برو یا می رود دانه جمع کند. پس آن دانا خداوند می داند اندازه رنج و کوشش بندگان خیش و عدد اشک چشم آسیان پرحسرت و آه و عدد قطره های خون جگر خونچکان عارفان بارگاه و عدد انفاس نفس ها انفاس پاس مسبحان تسبیح سحرگاه، آنهایی که در سحرگاه تسبیح میگویند تعداد نفس هایشان را میداند و قطرات خون جگر عاشقان و عارفان را میشمارد و عدد اقدام به اقدام سالکان مالکان مملکت مجاهده را که روز و شب به بارگاه و پیشگاه مقعد صدق عند ملیک مقتدر رقصان و ترانه گویانند و تعداد قدم ها، اقدام یعنی قدم ها، تعداد قدم ها قدم به قدم سالکانی که مالک مملکت مجاهد هستند، یعنی در جهاد فی سبیل الله در جهاد با نفس پیشروی می کنند، روز و شب در بارگاه و پیشگاه خداوند هستند. اینان در مقعد صدق هستند. مقعد یعنی محل نشستن، محل نشستن صدق، در جایی نشستن که آنجا جز صداقت نیست، رقصان و ترانه گویانند. شعر ما و شب روان که در شب خلوت سفر کنیم، در تاج خسروان به حقارت نظر کنیم. انشاءالله این مقدمه که تمام شد دفعه بعد سریعتر پیش می رویم و البته نکات خیلی زیبایی دارد. اگر هم کمی خستتان کردیم به خاطر موضوع به هر حال اعتذار می کنیم. کم کم این شور و هیجانی که در کلام مولانا هست خود رو نشان می‌دهد در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.